علاوه بر خدعه و تقیه و عوام‌فریبی ملایان و مشروع خواهان، دست کم دو گروه به آنها کمک کردند تا آنچه را که سواد و هوش آن را نداشتند تئوریزه کنند و با تکیه بر دستگاه بیامان سرکوب بر قدرت بمانند. یکی چپ سنتی و تفکر توده‌ای بود، دیگری آنچه به غلط لیبرال و یا ملی نامگذاری شد، اما در واقعیت چیزی جز تفکر مذهبی با کراوات و بدون روسری نبود. این دو به همراه رهبری انقلاب اسلامی که سواد و دانش او را از حرف زدن وی میشد دریافت، در دو نکته مشترک بودند: پهلوی ستیزی و نه الزاماً سلطنت، چرا که به قاجار التفات داشتند، و آمریکا ستیزی و نه الزاماً غرب ستیزی، زیرا از مواهب غرب چشم پوشی نمی کنند. با این همه هیچ چیز سبب نشد تا آنکه قدرت را به انحصار خود درآورد، آن دو گروه دیگر را سرکوب و یا مفتضح نکند. چنانکه هم چپ سنتی و هم لیبرال ها را که ریشه های مذهبیشان عمیق‌تر از آن بود که بتوانند چپ دموکرات و یا واقعا لیبرال باشند، پس از تار و مار به عناصر بی اختیار و تبلیغاتچی خود تبدیل کرد و بعدها فرزندان آنها در داخل و خارج همان راه توجیه جمهوری اسلامی را در پیش گرفتند. اگر نسل جدید لابیگران رژیم را در غرب پیگیری کنید، در مورد اغلب آنها به خانواده های آخوند و مذهبی و توده‌ای می رسید. در سال 57 نیز ارتجاع سرخ و سیاه نه به عنوان یک برچسب و یا فحش و ناسزا، بلکه به مثابه یک واقعیت به قدرت رسید. لازم نیست به کسی بر بخورد، زیرا چپهای دموکرات و لیبرالهای واقعی ایرانی اگرچه سالها بعد ممکن است ظهور کرده باشند، اما آنچه در ایران به قدرت رسید در عمل ثابت شد که چیزی جز ارتجاع سرخ و سیاه نبود. دوگانه سازی و دوگانه سوزی جمهوری اسلامی که در پروژه امنیتی اصلاحات پس از پایان جنگ و دوران ناکام سازندگی اکبر رفسنجانی به میدان آمد نیز، مبتکرش نه امثال سعید حجاریان بلکه نورالدین کیانوری بود. او بود که تا پیش از آن که درست 4 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر شود، در جلسات هفتگی و ارگان حزبش دوگانه که بر که را ترویج می کرد و آن را حتی نه آنگونه که بعدها رایج شد به عنوان بد و بدتر، بلکه به مثابه خیر و شر نیروهای درون حکومت تئوریزه می کرد. و از آنجا که تفکر توده‌ای همان زمان هم در نهادهای مختلف کشوری و لشکری نفوذ داشت، طبیعتاً خود را خیر می دانست و از اقدامات شر در حذف دیگران استقبال و به آن یاری نیز می کرد. وگرنه چطور می توان دفاع از جنایتکاری مانند خلخالی را توضیح داد؟ البته چپ سنتی و اعقاب آن تا امروز از مذهبی بودن جامعه برای توجیه فرصت طلبی ها و کرنش خود به حکومت اسلامی استفاده می کنند. اصولاً فرصت طلبی رایج‌ترین و آسان‌ترین و سودآورترین خصوصیت بشری است. پروژه اصلاحات چه بسا بدون آنکه مخترعانش بدانند، بر بستر همین فرصت طلبی توانست بیش از 20 سال جامعه را معطل اصلاحات ادعایی خود کند که یک بار از آن احمدی نژاد بیرون آمد و بار دیگر رئیسی و قالیباف و اژه‌ای، آن هم بر فرشی سرخ از خون مخالفان و دگراندیشان و معترضان که زیر پای همه زمامداران رژیم بر خاک سیاه ایران پهن شده است. باری ارتجاع سرخ و سیاه ناسزا نیست، بلکه عبارتی به سزا برای یک تز است که به بهایی سنگین در آزمون واقعیت به اثبات رسید. سیاهی مذهب می بایست از حکومت جدا شود و سرخی چپ می بایست با دموکراسی درآمیزد تا شاید ارتجاع آنها همراه با جمهوری اسلامی به تاریخ سپرده شود.